خدا رو شکر که تونستیم بازی رو با نتیجه برد به نفع خودمون تموم کنیم. واقعا بازی حساسی بود از این جهت که هر دو تیم به این برد نیاز داشتن و این حساسیت بازی رو خیلی زیاد کرده بود. شرط نرمالی نداشت. ما امروز فکر می‌کنم یکی از روزای پر اشتباهمون بود که خیلی مخصوصا در گیم پنجم که فقط 7 تا سرویس خراب کردیم، ولی در نهایت خدا رو شکر می‌کنم که بازی به نفع ما تموم شد و الحق و الانصاف هم خسته نباشید میگم به هر دو تیم. واقعا تیم مشهد هم خیلی جانانه جنگیدن، والیبال خوبی رو امروز شاهد بودیم و یه نمایش خیلی خوب جلوی تماشاگرامون بچه‌ها اجرا کردن که این برده خیلی به قول معروف شیرین تر کردیم رو. تیم مشهد جز تیم‌های خوب لیگ هستش، یعنی بازیکنان خیلی خوبی رو داره و جزء تیمایی هستش که مدعی هستش امسال. و با توجه به اینکه خب ما بازی قبلا یکی از بازیکنانمون ناحیه دست دچار شکستگی شده بود، یه مقدار فاصله بین بازی‌ها کم هستش، سفرهایی که حالا ما داشتیم تو این 10-12 روزی که 4 تا مسابقه با انجام دادیم، خب این اثرگذار بود رو شرط بچه‌ها. ولی اون نقطه‌ای که واقعا حساس بود و تعیین کننده بود در نتیجه بازی، تصمیم بهتری ما گرفتیم. خب ما هفته آینده با شهدا در یزد مسابقه داریم، یه هفته فرصت داریم بعد 4 تا مسابقه فشرده‌ای که داشتیم و تمام تلاشمون رو می‌کنیم که روی نقاط ضعفمون بتونیم تو این چند جلسه که تمرین داریم کار بکنیم و بچه‌ها رو از نظر ذهنی هم آماده بکنیم که انشالله بتونیم نمایش خوبی رو در یزد انشالله نشون بدیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همکارانتون. خب بازی خوبی نبود از نظر ما، شما میگین بازی خوبی بود، ولی ما متاسفانه یه هفته پیش بود، یه هفته میشه که دو تا پشت خزنمون از دست دادیم. ما اگه امروز آقای یلیر داشتیم اصلا به اینجا کشیده نمیشد کار. بدون پشت خزن والیبال بازی کردیم. حالا بازی قبلی با گنبد یه مقدار کارمون آسان‌تر بود، امتیاز میزبانی داشتیم، ولی این بازی خب توی شرایط مهمان بودیم و خب اصلا نیازی به گفتن نداره، شما خودتون همه ماجرا رو دیدین و میگم نقص داشتیم بدون پشت خزن. هر دو تا پشت خزنمون مصدوم بودن و امیدوارم که به بازی بعدی برسن. در مورد این بازی و داوری هم که اصلا صحبت نکنم بهتره، از هیچ نگم. حالا بعضی بازی ها داور خط مشکل داره، معمولا ما تو مشهد خودمون داور خط مشکل دارن، فقط نگم تو این شهر هست. و اصلا سرداور که اصلا هیچی، صحبتی در موردش نکنیم بهتره. و فکر میکنم که حدود 10 تا خطای داوری بودش، بالای 10 تا خطای داوری بودش و خب دیگه کارش هم نمیشه کرد دیگه. اگه اعتراض کنیم میگن محرومیت داریم. ما هم باشگاهمون گفتن که آقا به هر حال والیبال بازی کن به مسائل کار نداشته باشیم داوری، ولی اینجوری خداوکیلی در حد قیه سیرتی ما اشحاف میشه و والیبالی نباختیم. من راحت میکنم والیبالی نباختیم. خود هواداره رامسر یه سری کسایی که پایین بودن خودشون گفتن اشتباهات داوری بود، ولی ما باید جوری والیبال بازی کنیم. اگر تیممون کامل بود اتفاق میافتاد که اصلا به کار به اشتباهات داوری و حساسیت نرسه. ببینه اینجا ما مهمان بودیم، شرایط برامون سخته، چون تو پست پشت خزن کسی هم نداشتیم، طبیعیه که با این تیمی که میزبان هستش پایا پای بریم بالا. ولی اشتباهات داوری فوق العاده تاثیرگذار بود، هم داورای خط، هم سرداور مسابقه، هم داور دوم مسابقه، همه دیگه وارد جزئیات نمیشم. امیدواریم که در ادامه بازی‌های نتایج بهتری بتونیم بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول جا داره خسته نباشی بگم که این هوادارهای خوبمون که امروز سنگ تموم گذاشتن، واقعا دمشون گرم، حمایتمون کردن تو این بازی سخت و تونستیم پیروز بشیم. خسته نباشی تیم نیام میگم، اونام خیلی خوب بازی کردن و ما هم از فرصت استفاده کردیم و تونستیم برنده بازی بشیم. ان شاءالله که این روند ما ادامه پیدا کنه و بتونیم بازی بعدی هم دل این هوادارا رو شاد کنیم.